درود بر شما، با 180 ثانیه چهارشنبه چهارم تیر ماه همراه ما باشید. مایک پومپئو امروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت خودداری ایران از همکاری با آژانس مسئله‌ای کاملا جدا از برجام است. موضوع این است که آیا ایران به تعهدات پادمانی قانونی خود عمل می‌کند یا نه؟ وی هشدار داد در صورت ادامه عدم همکاری ایران با آژانس، جامعه جهانی باید آماده اجرای اقدامات بیشتر باشد. حسن روحانی میگوید در صورت عذرخواهی آمریکا بابت خروج از برجام و جبران خسارت‌های وارد شده به ایران، جمهوری اسلامی آماده مذاکره با ایالات متحده است. او با اشاره به اعلام آمادگی اخیر دونالد ترامپ برای مذاکره گفت: ایران معطل هیچ چیز نیست، ما همیشه آماده مذاکره ایم. 42 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذراب به یک سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. این کارگران در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود شرکت داشتند. برخی از گروه‌های عضو شبکه‌های ملی و تخصصی سازمان‌های مردم نهاد در نامه‌ای به رحمانی فضلی وزیر کشور خواستار توضیح در مورد دلایل بازداشت اعضای جمعیت امام علی و رسیدگی فوری به وضعیت بازداشت شدگان شدند. حکم بازداشت حمید نوری برای نوبت نهم تا 4 هفته دیگر تمدید شد. به این ترتیب او تا اول مرداد در سوئد در بازداشت خواهد بود. حمید نوری یک دادیار قضایی سابق جمهوری اسلامی و از عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 ششم آبان 98 در فرودگاه استکهلم سوئد بازداشت شد. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفته در برخی استانها مثل قم و گیلان حدود 40% مردم به کرونا مبتلا شدند. در تهران این میزان حدود 15% جمعیت و در استانهای دیگر کمتر است. روزنامه شرق در گزارشی از کوچ اجاره نشین‌ها به حاشیه قبرستان‌ها و اجاره پشت بام‌ها در تهران با قیمت هر شب 50,000 تومان خبر داده است. شرکت مایکروسافت از حمله هکرهای مرتبط با دولت جمهوری اسلامی به یکی از شبکه‌های خود خبر داده و گفته است گروه هکرهای ایرانی هولمیوم پشت این حمله است. بر اساس گزارش شبکه‌های تخصصی اینترنت، گروهی از هکرها با شکستن یک رمز عبور برای چند روز تلاش کردند کنترل کل شبکه را به دست گیرند.